تلفن کنند. برای کسانی که میخواهند مستقیما کمک کنند www.ucurinc.org به اون وبسایت مراجعه کنید و در اونجا قسمتی که نوشته دونیت کنید یا اعانه بدهید، در اون دکمه رو فشار بدید روی صفحه، به راحتی شما رو هدایت میکنه در طول برنامه که چه باید بکنید، از طریق پیپال یا از طریق کریدیت کارت یا از طریق ارسال چک میتوانید که کمک بکنید. هدف ما این است که بتوانیم در این ماه رمضان برای 100,000 نفر نیازمند یک ماه تأمین معاش کنیم و این کار برای هر 6 نفری 5-6 نفر خانواده 5-6 نفره برای طول تمام مدت ماه رمضان رقمی مثل 55 یوروی اروپایی یا 60 دلار آمریکایی خواهد بود. یعنی شما با 60 دلار آمریکایی می توانید که عرض می کنم که نزدیک به جان 6 نفر آدم رو در مدت 30 روز حفظ کنید و تمدید بدهید، یاری کنید. و برای خانم منصوری نوشتند که من در 1 ساعت و نیم اول حاضر نبودم، در خدمت مریض بودم و تکرار برنامه رو تماشا خواهم کرد. در مورد کمک بود، کمک به افراد در این ماه مبارک، ماه رمضانی که در پیش است و ماه تقواست و تقوا در انفاق پیدا می شود و خود نمایی می کند. وظیفه همه ما این است که در جاهایی که نیاز بیشتر است و امکان هم بیشتر است، برای ما امکان بیشتر و اونجا نیاز بیشتر هست، کمک و مساعدت کنیم. همطور موضوع دیگر این بود که چرا در ایران این کمپین یا این فعالیت انجام نمی شود. علتش ممنوعیت کشوری است که من در اونجا زندگی می کنم، آمریکا، و روابط سیاسی که با ایران دارند و اینجا جرم جنایی است اگر به ایران پول فرستاده بشه، که ما کار رو نمیتونم توانیم اون کار، ولی توصیه بکنیم که کسانی که میتوانند این کار رو انجام بدن، کسانی که در ایران هستن و خواستند که پول برای ما بفرستند، من به اونها گفتم که پول رو در همون ایران مصرف کنید. اگر در مورد مدیریت کارها احتیاج به کمک دارید، ما افرادی رو که مورد اعتماد هستن در ایران میشناسیم که اونها مدیریت کار شما رو به عهده بگیرن، ولی خود ما مستقیما در اون امور در اونجا نمیتوانیم کاری کنیم. اما در کشور افغانستان هم دار شریک هستیم، هم پیمانکار داریم، هم کارمند داریم و هم دانشجویان دختر و پسر به صورت رایگان کارگری میکنند، خدمت میکنند و خدمات جنبی انجام میدن بدون اینکه دستمزد داشت بخواهند بگیرن. خیلی امکانات خوبی هست. صحبت بر سر این بود که شما با 60 دلار آمریکایی جان 6 نفر آدم رو برای مدت 1 ماه میخرید و ببینید که برای شما چقدر فرصت خدمت وجود داره. عموماً 1 ساعت و نیم اول خانم منصوری صحبت بر سر وظیفه ما برای رسیدن به تقوا در ماه رمضان. عزیزانی که با ما هستند، من جناب ضیاء فعالزاده محترم، خانم بهار میگویند به ایشان، که هم یکی دو برنامه قبلی را اگر ببینید در فیسبوک پاسخ سوال شما داده شده.
جناب رخسانا که مطالب رو خواستند که به زبان پشتو برای یاران پشتو زبان ما بفرستند در ارتباط با موضوع تقوا و وظیفه ما به کمک به مردمان محتاج و نیازمند رو برای اونها ترجمه میکنند. موضوع جالبی که مطرح کردم در ساعت گذشته این بود که یک خواننده جوان خیلی معروف جهان که یکی از گلهای سرسبد موسیقی رقص و آواز جوانان دنیاست و شاید رقصهای نیمه اوریان هم می کند، سرکار خانم جنیفر لوپز هستند که به زعم ملاهای ما به علت نداشتن چادری و حجاب کامل پوشش که فقط از پشت پنجره بیرون رو ببینند حتما به جهنم خواهند رفت. اما این شخص جهنمی و ملعون 18,000 یتیم رو در سراسر دنیا تأمین هزینه میکنه، 18,000 یتیم رو نگهداری میکنه در سراسر جهان و بریم میره به جهنم. آقای خلخالی و همینطور حاکم عربستان هر دو به بهشت میروند برای اینکه سرشون رو میپوشانند، هر دو یکی دستمال بر سر میگذارد و با ریسمان میبندد و دیگری عمامه میپیچد که مغز نداری او سرما نخورد، که سرما هم خورده. اونها به بهشت میروند. من نمیخوام به بهشت اونها بروم. این جنیفر لوپز هم به زندان به بهشت اونها نمیرود، به جهنم میرود. جهنمی که ای کاش همه ما میتوانستیم به اون جهنم برویم، همه ما میتوانستیم که دلی پیدا کنیم مانند دل این زن جوان، که نه به خاطر بهشت نه به خاطر جهنم، به خاطر انسانیت، به خاطر انسانیت و به خاطر عشق به انسانیت و عشق به اصالت وجود بشر نیمه اوریان میرخصد، ولی 18,000 جان رو حفظ میکند، 18,000 حیات رو تمدید 18,000 کودک رو نگاهداری میکنند. قضاوت با من نیست، قضاوت با خداست. فقط اطلاع دادن و نشر اطلاع ما ماست. جناب برکی می نویسند که من میخواهم چند پیشنهاد دارم تا با معارفه دوستان تصمیم جمعی اتخاذ گردد. تعیین تقریبی فطریه روزه چقدر است؟ تعیین تقریبی غذای یک وعده، غذای نرمال برای آنانی که روزه نمیگیرند اگر لازم میدانید دربارش صحبت شود تا دوستان ما کوشانیشان مبلغ مذکور را به صندوق متذکره ارسال نمایند. هر کسی در محلی که زندگی میکنه با متعارف روزگار خودش باید اندازه‌گیری بکنه که هزینه یک ماه خوراک اونها، این حرفایی که هزینه یک وعده و دو وعده و اینها اصلا نیست، 180 وعده غذا در محلی که شما زندگی میکنید چقدر خرجشه؟ من فکر میکنم که آقای برکی این احتیاجی هم نیست که کسی از کسی بپرسه. هر کسی خودش حساب بکنه که آخر ماه در ماه گذشته چند نفر بودید در خانه،
چقدر پول غذا دادید تقسیم بکنید به افراد میشه مقدار مصرف غذایی که کردید. مثلا حساب بکنید که شما 6 نفر هستید، در ماه گذشته چقدر پول غذا دادید، پول غذایی که دادید چقدر، پول برق دادید، پول آب دادید، پول سوخت دادید، اینا همه میره غذا درست میشه دیگه. اگه برق نباشه که غذا رو چجوری درست میکنید؟ اگر سوخت نداشته باشید، گاز نباشه، غذا رو چجوری درست میکنید؟ اگر اون خانه ای که نشستید اجاره خانه ندهید، تو خیابان غذا درست میکنید؟ اگر اون خانه رو نمیداشتید و قسط بانک نمیدادید، تو خیابون میافتادید، تو خیابون غذا درست میکردید؟ همه این هزینه ها رو در ماه در نظر بگیرید. اگر از من میپرسید، من مفتی نیستم، مجتهد هم نیستم، الحمدلله مفتی هم هیچ کدام اینها نیستم، آدمم و در مقام یک آدم معمولی فکر میکنم که فقط خرج خوراک نیست که قرآن به عنوان هزینه زیست از اون نام میبرد. همه ی هزینه هایی که به زیست شما ختم میشود، حتی لباسی که می پوشید، هزینه لباس، هزینه خوراک، هزینه آب، هزینه برق، اجاره خانه یا قسط خانه یا ارزش قسط خانه. حالا خانه رو دادید مال شماست، ولی خانه رو اگه می خریدید چقدر قسط می دادید؟ اگر اجاره می کردید چقدر اجاره؟ همه اینها رو جمع بکنید، تقسیم بکنید به تعداد افرادی که در اون خانه زندگی می کنند. این نرم هزینه زندگی یک نفر در یک ماه. محاسبه های آخوندی رو من بلد نیستم، یعنی بلدم، عقیده ندارم به اون. اون کلاهبرداریه. اینی که شما اگر میخواهید به عنوان کمک آزاد کمک کنید، 60 دلار بدهید، 6 نفر یک ماه باش زندگی میکنن، اسم فطریه رو این نگذارید. اما کسانی که میخوان فطریه بدهند، اگر از من میپرسید و اطلاعات قرآنی من رو ملاک میخواید قرار بدید، به نظر من کل هزینه‌ای که شما در یک ماه مصرف میکنید، کل هزینه‌تون، اگر مثلا در سال بعضی از هزینه ها رو باید حساب بکنید، هزینه پوشاک شما در سال چقدره؟ تقسیم به 12 بکنید، هزینه پوشاک ماهیانه شما میشود. یا بعضی از هزینه ها هست که شما یک سال یک مرتبه میدهید، مثلا ایرکاندیشن شما، کولر شما سال یک مرتبه تمیز میشه. هزینه ها، کل هزینه ای که شما اگه میتوانید برآورد بکنید در یک سال چقدر هزینه دادید، اون رو تقسیم به 12 بکنید، هزینه یک ماه شما میشود. تقسیم به 30 بکنید، هزینه یک روز شما میشود. تبدیل به تعداد آدم هایی بکنید که تو خانه زندگی میکنند، هزینه فطریه یک روز میشود. و از این طریق خیلی راحت هزینه ماهیانه به وجود میآید و جمع هزینه فطری یک ماه یک نفر با استاندارد شما، هر استانداردی دارید، اون میشود هزینه ای که شما بایستی که پرداخت بکنید. دوستانی که مثل جناب محسن احمدی تذکر دادن که تصویر قطع شده، چندین بار راجع به این موضوع توضیح دادم. اینجا مملکت زوره، اینجا که ما هستیم آمریکا، دارنده امتیاز پخش برنامه‌های تلویزیونی، به اصطلاح سافت‌ویر هایی که نرم افزار هایی که مصرف میشه، اونها حق خدایی دارن. هر وقت دلشون بخواد وارد کامپیوتر میشن و به جای شما تصمیم میگیرن که اینجای کامپیوتر رو باید اصلاح بکنن، اونجاش رو باید خراب بکنن، اونجاش رو باید درست بکنن. هیچ قانونی هم به دادی کسی نمیرسد، برنامه ها رو قطع میکنن، کامپیوتر رو تغییر میدن، بعد به شما میگن حالا بفرمایید هر کاری میخواید بکنید. این گاهگاهی اتفاق میفته، هیچ کس هم هیچ کاری رو نمیتونه بکنه. با خدا میشه محاربه کرد
با این شرکت ها در آمریکا نمیشه محاربه کرد. در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسنیم و رضا کوچاره ای. خب این هم مال جناب برکی و پیشنهاد خوبی که داشتن. هر کسی محاسبه کنه و هزینه های یک ماه خودش رو در نظر بگیره در خانواده و اون رو مبنای فطریه قرار بده و بپردازه. اما این موضوع 60 دلار پیشنهادی است که ما با آقای سهیم این تقریب رو با تجربه به دست آوردیم. برای ما این مقدار تمام می شود، ولی شما به این مقدار کاری نداشته باشید. جدا از فطریه شما میخواید 60 دلار بدید، بدید. 600 دلار بدید، 10 تا بچه خانواده نگهداری میشه یک ماه. ولی فطریه همونطوری که عرض کردم محاسبش اونطوریه. من دیدم آخر ماه بعضیا یک کیلو گندم میبرن میدن، میگن این گندم، یا جو میبرن یا نمیدونم. فکر میکنم که کم کم کار ما به جایی میرسه که آخر ماه 10 کیلو یونجه میبریم میدیم به مردم که بخورن، پربار بشن، گاو بشن، بعدن سر اینها رو ببرن. تا اونجایی که امکان داره در دین اسلام مولایی قیمت زکات بالا میره، فطریه پایین میاد. فطریه رو اگه به مولا بدید قیمتش خیلی بالاست، اگه خودتون بخواید بدید خیلی کمه. جناب تیموری بهترین موقع برای امر خیر انفاق در این ماه پرفیض و پربرکت برای ما میسر است. خداوند بزرگترین توان و توفیق به ما نصیب فرماید تا بتوانیم شرکت در این امر خیر با شرکت در این امر خیر وجدان خود را راحت و خدا را خوشنود نماییم. کوچکترین شرکت میتواند بزرگترین تغییر را ایجاد کند. خب جناب لیلا هم که پاسخ خودشون رو گرفتند و خبر از قطع و وصل برنامه داده میشه. جناب عسکریار هستند، مرقوم فرمودند که من شنیدم که بدون اراده خداوند هیچ چیز نمیتواند عملی انجام شود و حتی برگی از درخت بریزد. از دیدگاه قرآن این جملات درست است یا خیر؟ منتظر جواب شما هستم. ما جناب عسکریار در همه این موارد خیلی به تفصیل و اینها که باعث سردرد هم میشه صحبت کردیم و سعی کردیم که مستند و متکی به هم قرآن هم منطق بشری صحبت بکنیم و به اندازه‌ای که من اطلاع داشتم اطلاعات خودم رو بیان کردم و بیش از اون چیزی برای گفتن ندارم. اما در این حال این وظیفه رو به عهده شما نمیگذارم که هر کی هر سوالی میکنه اون رو بفرستیم دنبال این که هزار صفحه مطلب بخونه و گوش بده. ولی اگر که علاقه داشته باشید اینها همه گفته شده تو همین فیسبوک و اینها هم هست، بد نیست گاه گاهی بشنوید. ولی اصل بر این است که خدا در خلقت بشر، خلاصه قرآن رو عرض میکنم، خدا در خلقت بشر یک هدایت قرار داده و برای اینکه این هدایت توجیه منطقی بشه به بشر اختیار داده که این هدایت رو بپذیرد یا هدایت رو نپذیرد. عقل هم داده، علم هم داده، امکان هم داده، اختیار و جبر هم در خلقتش گذاشته خدا. ما اعمالی که انجام میدهیم با اختیار انجام میدهیم، نتیجه این اعمال که اختیاری انجام شده با جبر خودش رو نشون میده. یعنی که انجام یک فعل، انجام یک کنش اختیاری است، واکنش جبری است.
پرش از روی بام اختیاری است، سقوط به زمین جبری است. از که یک اتحادی در ایجاب و نتیجه در ایجاد و در اثر یک رابطه وجود داره که ایجاد ارادی است، اثر جبری. حالا برگ که از درخت میفته جزء بخش جبر خلقت هست، مثل مغناطیس زمین و قوه جاذبه زمین یک امر جبری است. در قانون خلقت جبران و قهران قرار داده شده، اما اینکه شما خودتون رو مواجه با اون قانون بکنید اون اختیاری است. شما رو پشت بام ایستادید، تابع جبر سقوط نیستید، تابع جبر جاذبه هستید، چون کف پشت بام چسبیدید. اما میپرید پایین، اون یه فعل ارادی است، از جبر جاذبه خودتون رو وارد جبر سقوط میکنید. به این ترتیب هم جبر به اختیار خداست، هم اختیار شما به اختیار خداست. یعنی این در نظام خلقت نهادینه شده، هم اختیار در خلقت، هم جبر در خلقت، هر دو زاییده جبر است. یعنی اختیاری هم که ما داریم زاییده جبره، جبری هم که بر ما حاکم هست باز هم مخلوق جبری است. اون چه که خدا می آفریند جبر است. در جبر خدا اختیار و در جبر خدا جبر می آفریند. اگر که قرآن می گوید هیچ اتفاقی نمی افتد مگر به تبعیت از قانون خدا، و در مثال برای فهم بشر به برگ درخت اشاره میکنند. این برگ درخت هم که تعداد برگ هایی که روی زمینه خیلی زیاده دیگه، روی کره زمین، یکی یکی اینها با قانون خدا سقوط میکنه، به اراده خدا، یعنی با قانون خدا، یعنی هیچ چیزی خارج از قانون خدا نیست. اما در قانون خدا هم اختیار محدود وجود داره، هم جبر وجود داره. مثال دیگری که شاید که موضوع رو تا حدودی روشن کند این است که شما یک مگسی رو در نظر بگیرید که در یک هواپیمای 747 جت نمیدونم خیلی بزرگی اون در رفته توی هواپیما دیگه، مگس رفته توی هواپیما، هواپیما به طرف شرق میره، هواپیمای بزرگی هم از یه دراز خیلی، این مگس هم در داخل این هواپیما به طرف غرب حرکت میکنه. یعنی از بیرون که نگاه میکنید میبینید که یک جبر حرکت هواپیما، یک جبر عظیمه، به طرف شرق داره میره. یک مگس بیمقداری داخل این هواپیما به طرف غرب میره. علال قاعده اینها در دو جهت مختلف دارن حرکت میکنن. یعنی هر کس نگاه بکنه میگه زور این مگس از زور این هواپیما بیشتره. اما در واقعیت امر اینطور نیست. یعنی اگر که نگرش عمیق‌تری به موضوع داشته باشید میبینید که همه میدان جولان این مگس از اتاق خلبان به پایین دم دم هواپیماست، داخل هواپیما 20 متر، 30 متر، 50 متر حرکت میکنه، ولی طول مسافتی رو که هواپیما طی میکنه به نسبت اون 50 متر تقریبا بی نهایته. هواپیما 10,000 مایل سفر در پیش داره به طرف شرق. همه ی توان حرکت اون مگس در داخل هواپیما 50 متره، 50 متر در مقابل 10,000 مایل از نظر قیاسی عرض میکنم. اختیار ما در ارتباط و در سنجش با جبر یک چنین نسبتی داره، ولی جبر بر حاکمیت حضرت حق وجود داره و اصلا حاکمیت و خلقت بر اساس جبر، بر اساس قانون قهر. در دل قانون قهر، در دل قانون جبر مقدار محدودی اختیار وجود داره،
مثل همون مقدار 100 متری 50 متری که تو هواپیما جا هست. و همه سرگذشت بشر، دین بشر، آفرینش بشر، خلقتش، تولدش، مرگش، رشدش، وظیفش، حقش، تجاوزش، تقواش، تعدیش، همه اینها رو که در نظر میگیریم، هدایتش، گمراهیش، آغاز و پایان کارش، خلقت نوع بشر و تا زمانی که زمان برای بشر به پایان میرسه، همه اینها در اون قانون قهر یک لحظه بیشتر نیست و اون مربوط به حکمت خدا میشه. برگ درخت که بدون اجازه خدا نمیفته، یعنی همه افعال و همه تغییرات و تأثیرات و تغییراتی که در هستی انجام میشه تابع قانون واحد امر کل خداست و در دل این قانون کلی جزئیات قانون جبر وجود داره. بخشی از قانون جبر اختیار بشر هست که بر مبنای جبر عقل انسان میتواند که در این جبر دارای اختیار باشد که هدایت رو بپذیرد یا هدایت رو نپذیرد. این مقدار در قانون جبر اختیار وجود داره در مورد نوع بشر. و به محض اینکه شما از این اراده استفاده می کنید، حیطه و سیطره اختیار به پایان می رسه و بخش جبر آغاز میشه دو مرتبه. یعنی شما در نظر بگیرید که این فضایی که هواپیما توش حرکت میکنه فضای جبره. هزارها مایل در هزارها مایل جبره. 50 متر اون هم در دل هواپیما به این موجودی به نام مگس اختیار داده شده که بعد از 50 متر میخوره به تای هواپیما، برمیگرده از این طرف میخوره به سر هواپیما. اما خود هواپیما و فضایی که هواپیما درش حرکت میکنه هزاران هزار مایل. اختیار بشر یک امر محکوم و محدود است. به همان میزان کمی که عرض کردم اعمال اختیاری، اعمال ما هم همش اختیاری نیست. مثلا ما اختیار این رو نداریم به معدمون بگیم که تو اسید کلوریدریک کمتر ترشح کن یا بیشتر ترشح کن. البته زبان مکاتب ما معده داریم که اگر غذاهای اسیدزا بخوریم تولید اسید میکنه، اگر که غذاهایی بخوریم که بیسیک باشه اسید کمتری تولید میکنه، ولی این زبانی است که با هم صحبت میکنیم. اما ما نمیتوانیم امر کنیم به معده که الان دیگه بسه، همینقدر که اسید ترشح کردی کفایت میکنه، بیشترش ترش میکنم، لازم نیست، گوش نمیده به حرف ما. یا به قلبم بگم الان تپش نداشته باش، ناراحتم، درد احساس میکنم. آقای درد، خانم درد، بله برطرف شو، من ناراحتم، گوش نمیده به حرف من، کار خودش رو میکنه. ما خیلی خیلی اختیارمون محدوده. اختیار ما محدود به پذیرش هدایت یا رد هدایته، همین. ما چیز دیگه اختیار نداریم. اون وقت بازتاب‌های این پذیرش یا عدم پذیرش اکتساب جبری به دنبال داره. هدایت میشیم ما که از روی پشت بام اگه میخوای بپری از نردبان پایین بیا، پرش نکن، این هدایته. ما هدایت رو میتوانیم بپذیریم، میتوانیم نپذیریم. ملاحظه میکنید خیلی کوتاه تمام میشه. اگر پذیرفتی، میگی من میخوام بالا برم، میگه خب اگه بالا میخوای بری باید هلیکوپتر سوار شی، یا میخوام پایین بیام، هدایت میشه که نردبان باید سوار بشی تا بیای پایین، هلیکوپتر سوار شی بری بالا، هدایت تمام میشه. اینجا شما دارای عقل و امکان هستید که این هدایت رو بپذیرید یا نپذیرید، هلیکوپتر استفاده کنید یا نردبان. این اختیاره.
هر کدام استفاده کردید، به محض اینکه استفاده کردین جبر شروع میشه، جبر احتسابی. تصور میکنم، البته این خیلی خلاصه بود، چندین ساعت در این مورد به تفصیل سخن گفته شده و موضوع مسئولیت در مقابل اختیار آمده. موضوع اختیار به این لحاظ مهمه که اگر ما اختیاری نمی داشتیم، مسئولیتی هم نمی داشتیم، تنبیه و تشویقی هم منطقا نمی توانست بر اساس عدالت موجود باشد. اختیار نداشتیم، چرا خدا باید ما رو تنبیه بکنه؟ و بعد اگر اختیار نداشتیم، رد و قبول هدایت رو هم نمی توانستیم به عهده بگیریم. ما هم اختیار داریم که هدایت بشویم، هم گمراه بشویم، هم به هدایت عمل کنیم یا خلاف هدایت عمل کنیم، عقل رو حاکم کنیم، عقل رو محکوم کنیم. همه اینها جزء اختیارات ماست. اما اختیار رو که استفاده کردید، وارد جبر میشه. برگی از درخت نمیفته جز به خواست خدا. خواست یک اصطلاح غلطی است که ما از کلمه شأن به معنای خاصیت ارادی، نه اراده. وقتی ما میگوییم انشاءالله، این نیست که اگر خدا بخواهد. خدا هیچ چیز نمیخواهد، نمیتواند بخواهد. اگه بخواهد دیگه صمد نیست، چون خواستن برای کماله. خدا باید ناقص باشه تا چیزی بخواد. اگه کامل هست که هست، چیزی نمیخواد. و خودش میگه من صمدم. یعنی من چی هستم؟ من اول بی اول و آخر بی آخر هستم. من لایزال هستم. من مستغنی هستم. مستغنی از چی؟ مستغنی از تحرک و تغییر. بنابراین خدا اگر چیزی بخواهد، خدا که آدم نیست که چیزی بخواهد که. اما ترجمه ایست که متاسفانه هم ترجمه های فارسی ذهن اعراب رو نسبت به زبان قرآنی خراب کرده و هم زبان اونها زبان ما رو خراب کرده. یعنی ترجمه های غلط و برداشت های غلط چنان به هم آمیخته و بعد هم غرب استعمارگر مراقب و مواظب و هر اقدام غلط و خرافی که در قرآن انجام شده، غرب روی اون سرمایه گذاری کرده. و امروز قرآن به این صورت در آمده که از نظر منطق و تعقل یک بشر معمولی، ترجمه هایی که روی قرآن می شود یا اصل قرآن که به زبان عربی است، تعابیری که از عربی به عربی می شود، یعنی تفسیر عربی به عربی، که دردناکتر و انحرافی تر از ترجمه های فارسی قرآن است. حالا میگن آقا این که به زبان عربی نوشته، عرب ها هم مثل ما ممنوع هستن از خواندن قرآن و قرآن در زندان قرار داره، برای اونها هم، اونها هم به تفسیرهای عربی نگاه میکنن، از زبان عربی، تفسیر عربی، و در همه اونها از خدا یک شخصیت بشری میسازند، از خدا یک موجود عاطفی میسازند. رحمت و رحمانیت خدا رو به زبان بشر ترجمه میکنند و در محدوده عاطفی بشر تجربه میکنند و اندازه گیری میکنند. در صحبت های طولانی که در ایام گذشته من داشتم، به همه این مطالب در حوصله و منطق اشاره شده. سوال شما مربوط به موضوع جبر و اختیار و ارتباط جبر و اختیار با هم میشه. البته مربوط به بحث امروز ما نبود، اما حتما در نشستی دیگر امیدوارم که وقت موضوع پیش بیاد بتوانم که بیشتر اگر لازم باشه در خدمت مبارک شما باشم. جناب داوود
جناب سعید داوود حیدری می نویسند ایشان از منظر کارشناس اسلامی یک روانی می باشد. بسیار. حالا این سخن گفتن ها، خب اگر شما معتقدید من روانی هستم و قصد تخریب برنامه رو ندارید، یک بار این رو گفتید همه شنیدن دیگه، اما خب شما برای یه آزمایش عرض میکنم ببینید که قصد شما اگر که در واقع ایجاد اخلال در برنامه نیست و یک کار غیر انسانی و کار زشت، یک مرتبه شما هر حرفی خواستید زدید دیگه، گفتین آقا دیوانه است، این آقا بدبخت ضعیف چنین چنان، خب گفتید همه شنیدن. ولی تکرار این مطلب فقط برای این است که اگر شما بتوانید تا اونجایی که ممکنه وقت برنامه رو تلف بکنید که خداوند انشالله که شما رو هدایت بکنه که این گونه نباشه. سرکار چیزی بفرمایید ببینیم که جناب زهره می نویسند که آقای عزیز آیا در قرآن هم نوشته شود که مال مردم را بخورد و از آدم‌های ایرانی یکتا و یک گونه بر سر تا بهشتی که شما هم بازها باز هم چران بکنید؟ منظورشون اینه که مفخوری بکنید. به نظرم شاید خوب نمیفهمم، ولی ما مفخوری نمی کنیم اینا. ای شرق فلک، خرابی از کینه توست. همینطوره. خب ما الان یک جایی آمدیم که بسیار خوب، حالا ما میپردازیم به یه نگاه سری جناب معروف فقط استاد بزرگوار دانشمند اسلام، محبت بر شما افتخار جهان اسلام و جهان انسانیت هستید، سرکار خانواده مهین بصیری شعر کردند، همه شما دوستان عزیز شعر بکنید، خیلی خوب هست که این کار رو انجام بدید. جناب عبدالواحد و کلیدهای غیب تنها نزد اوست، جز او کسی آن را نمی داند و آنچه در خشکی و در یاست می داند و هیچ برگی فرو نمی افتد مگر اینکه آن را می داند. هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن ثبت است. سوره انعام آیه 59 و چنین است. و شرح این موضوع همونطور که عرض کردم بسیار داده شده، باز هم انشاءالله در فرصت دیگر چنین خواهد شد. جناب سید داوود حیدری ایشان جز دروغ و توهین چیزی بلد نیست، من رو میگن. جناب بصیر فدایی سلام و درود خدمت و استاد گرامی و همه دوستان واقعی جناب داوود حیدری، و متاسفم که دی به یاوه‌گویی این بی سواد وقت مصرف میکنند. ایشان ادامه میدن که ایشان متاسفانه روحانی قرآن را هم بلد نیست، تا چه برسه به تفسیر قرآن. بعد می نویسن که البته ما در چندین جلسه با دوستان صحبت کردیم که شما می خواهید که من با لهجه فارسی خودم که افتخار هم می کنم به این لهجه‌ام قرآن رو بخوانم، یا شما ترجیح می دهید که به وسیله یک قاری معروفی که لهجه کامل
شیوای عربی داشته باشه، این تلفظها رو بشنوید، با اون تلفظ گوش شما آشنا بشه یا با تلفظ من. و همه نظر دادن که الان که ما میخواییم بشنویم با تلفظ سلیس عربی اگر بشنویم راحت تریم. به این مناسبت هست که ما خیلی هم سخت اون کار برای ما، راحت تری که از روش بخوانیم و رد بشیم، ولی اون کار رو میکنیم. ایشان نوشتن که ایشان متاسفانه، یعنی من، روحانی قرآن رو بلد نیست تا برسد به تفسیر قرآن. ایشان و امثال ایشان طبق روایت پیامبر اکرم، روایت ملاحظه فرمودید، رفت به اونجایی که نباید بره، رفت از قرآن بیرون دیگه، تمام شد. حالا مسئله غیبت و اینهاشون جای خودش رفتن. روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آتش از وجود ایشان شعله‌ور خواهد شد و مصداق و مقعد هم رفتن. کجا رفتن؟ بله، فنار خواهد بود. این هم البته ادب ایشانه. سرکار بهار می نویسند که آقای حیدری، شما را که دعوت نکردم و جناب عبدالواحد می نویسند که نازنین شما چرا ناآرامید از این سخنان؟ جناب داوود حیدری می نویسند فعلا برای پیج بنده این خرافات آمده. بسیار خوب، ایشان همینطور ادامه می دن، از این موجود بپرسید که لطفاً یک سوره قرآن را برایتان بخواند. بسیار بسیار خوب. بعد می نویسند که آقای حضرت پدر می نویسند، پس از شما شنیدن، از یاد خواندن و روان 50 سال شد به درد ما نخورد. و باز ایشان می نویسند که این آقای آقاسی از منظر کارشناسان اسلامی یک روانی می باشند. بعد جناب حیدری می نویسند اگر افرادی که مانند ایشان در کشور آمریکا هیچ کار دیگری بلد نبودند و فضا را برای خزعبلات خیش پیدا کردند و به قرآن نسبت دادند، هیچ ربطی به اسلام ندارند و مسلمانان فریب این زردشتی را نخورند. بیژن نبی پور می نویسد اولا که درست صحبت بکنید، این بزرگوار اسم دارد، دوم این که اگر سوالی دارید مثل بچه آدم بفرمایید. بعد عرض میکنم حضورتون که پیش از این احزاده پدر می نویسد، پیش از آن تهمت ببندید بشنوید، عادت بشنیدن و صبر داشته باشید. آقای حیدری می نویسند زردشتی ها و بهایی های ایرانی خزعبلات خود را به قرآن نسبت دادن توهین به اسلام و قرآن است. جناب دکتر غفوری، سلام، عرض سلام و ادب خدمت استاد معزز. بسیار خوب. و عالم حقگوی، بانوی مهربانشان، همکاران عزیزشان و همه سربران حقجوی در این برنامه حقیقتیاب. جناب قدری، درود بر شما، تشکر، متوجه خود باشید. جناب ملک باوریم مشکر کردند. آقای حیدری، شما که این برنامه اینقدر بهتون وقت میده و برای کسانی که نمیبینن نوشته شما رو روی فیسبوک، 95% مردمی که ما رو میبینن نوشته ها رو نمیبینن چون روی پرستنده های دیگه نگاه میکنن، من برای اینکه
مطلب شما رو اونها هم بخوانن برای اونها هم می نویسم. شما همینقدر که از دستتون برمیاد ما رو شیر بکنید اقلا، که دوستان شما هم نظریات حکیمانه شما رو بشنوند. خوب نیست این کار به نظر شما؟ بنده به عنوان مبلغ مسلمان ایشان را در صلاحیت تفسیر قرآن کریم نمیدانم و این یک آفت که هر بهایی و زردشتی که با نظام ایران مشکل دارد شروع به یاوه‌گویی درباره قرآن و اسلام نماید. حضرت می نویسد که چرا پنهان می کنید خوراک خود را؟ خدا بیناست در همه حال. آقای حیدری می نویسند که ایشان مکرر آیه قرآن را اشتباه می خواند، چه برسد در تفسیر و در ترجمه آیات. آقای پدر می نویسند که آن که بداند و باسواد شود به شما ضرورت دیگر نیست، و آن که بداند و باسواد شود به شما ضرورتی ندارد دیگر. و ختم سخن رو ایشان در اینجا آقای اعلام میکنه. آقای حیدری به وظیفه بنده به عنوان مبلغ دین اسلام بیدارگری و آگاهی دادن به مسلمانان است. حالا من در اینجا جناب حیدری به شما پیشنهاد میکنم که به جای اینکه شما کلیگویی بکنید، هر وقت که عصبانیتتون به پایان رسید و آرامش پیدا کردید، اون وقت تک تک آیاتی رو که من اشتباه خواندم و تک تک تفسیرهایی که اشتباه کردم اونها رو ذکر بکنید که اقلن از همه مطالبی که شما گفتید هدایت هم بشویم ما. اونهایی رو که اشتباه کردم اصلاح کنید که من بیاموزم، و تفسیرهای اشتباهی رو که گفتم تصحیح کنید که بیاموزم. آیا به این ترتیب امر به معروف بهتر انجام نشده تا اینکه شما من رو روانی، بهایی، زردشتی یا هر عنوان دیگری که به من دادید، بی سواد، همین چیزهایی که فرمودید، به جای اینکه این مطالب رو بیان بکنید، اگر که شما اونجاهایی رو که من اشتباه کردم یک به یک اون مطالب رو بفرمایید که این آقا مثلا قول رو بول گفته و بول معنی ادرار میده، قول معنی گفتن میده، و این آقا در این تاریخ در این برنامه این شماره آیه رو به این ترتیب اشتباه خوانده، مردم با خبر باشید وقتی به این آیه رسیدید این اشتباه این آدم روانی خوب بعد هر چی این هست اشتباه. اون بهتر هست به نظر شما؟ به مردم دانش میده یا این نحوه گفتگویی که الان میکنید؟ خودتون به هر ایمانی که هستید و هر نوعی که دین رو میشناسید و مطالب رو برای مردم تشریح بکنید. اگر احساس میکنید که شما به ذهنیت جامعه بدهکار هستید، اگر هم فکر میکنید که فقط بایستی که توهین بکنی، دین شما دین توهین کردن به دیگرانه، ادامه بدید. ما هم توهین های شما رو میخوانیم و تکلیف کار خودمون و شما رو هم به داور واگذار میکنیم، ولی وظیفه ما این است که بگذاریم مردم همه اقوال رو بشنون، من جمله اقوال شما رو، و بهترینش رو انتخاب بکنم. شما سعی کنید صحبت هاتون رو مستند کنید و اگر شما دنبال تفسیرهایی هستید که اون تفسیرها تا به حال شنیده شده، تفسیرهای
امام خمینی رو میخواید من پخش بکنم که نکاح با دختر دوروزه سنت رسول اکرم بوده، اون مطالب رو من عذر میخوام. اگر شما سر من رو هم قطع بکنید، من اون تفاسیر رو به هیچ قیمتی در این فرستنده بازگو نمی کنم. اما من به عنوان یک انسانی که برخلاف اون که شما میگویید تا حدودی هم تجربه و سواد در خواندن قرآن دارم و فهم خودم رو راجع به قرآن دارم، بدون اینکه بگویم نظر من نظر خداست، به عنوان نظر یک انسان وظیفه خودم رو انجام میدم و به مردم دنیا میگویم که این آیه قرآن به نظر من این مفهوم رو میدهد، این فرستنده باز است، شما چه فکر میکنید؟ شما چه فکر میکنید؟ از هر چند نفری که آدم باشه، مثل امروز صبح تا حالا نظریاتشون رو پخش میکنم که میلیون ها انسانی که منو میبینند و نظر من رو میشنوند، نظر دیگران رو هم بشنوند و حق انتخاب و اختیار انتخاب رو به اونها واگذار کنیم. به نظر من این شیوه است که ما از این شیوه، از این زندانی که ملا برای ما درست کرده یا با قول شما کارشناس درست کرده بیرون بیاییم. قرآن احتیاج به کارشناس نداره، چون فقط کارشناس ها نیستند که مورد قضاوت خدا قرار می گیرند، غیر کارشناسان هم مورد قضاوت خدا قرار می گیرند و کار قرآن و هدایت قرآن به کارشناس ها واگذار نشده، کار قرآن به هدایت خدا واگذار شده و ما آدم های معمولی در حد توان خودمون مسئولیت داریم و چیزی به عنوان متخصص در دین وجود نداره. فقط متخصصین نیستند که دارای مسئولیت هستند، همه انسان ها دارای مسئولیت و مسئولیت مستقیم فرا گرفتن هستند و ما هیچ جوازی در قرآن نداریم که قرآن بار تعلیم و هدایت خودش رو به عهده مردم گذاشته. پیغمبر شریف اسلام در قرآن صریحاً از پنج عمل ممنوع اعلام شده. یک، هدایت. پیامبر حق هدایت در قرآن ندارد، جواب بدهید. دو، پیامبر حق ارشاد در قرآن ندارد، جواب بدهید. سه، پیامبر اجازه شفاعت ندارد چون وکیل مردم نیست. چهار، اجازه شفاعت ندارد چون وکیل خدا هم نیست. پنج، پیامبر حق دخالت در امور مردم رو ندارد و پیامبر مسئول اعمال مردم نیست، یعنی در قبال اعمال مردم هیچ نوع اخذ تصمیم نمیتواند بکند و هیچ نوع حق اجرایی در ارتباط با اعمال مردم ندارد. حال شما ببینید که از این شخصیتی که قرآن او رو به این شکل معرفی میکند و پنج بار قرآن به خاطر خطاهای رسول اکرم او رو محاکمه میکند در قرآن، شما از این شخصیتی که در مقام رسالت دریافت کننده وحی است و ابلاغ و تلاوت وحی و لا غیر، چه شخصیتی ساخته اید و به پیروان راه او چگونه عمل می کنید و چگونه اتهام وارد می کنید؟ به این پنج موردی که گفتم سوال هست پاسخ بدهید. حالا من اگه روانی هم باشم، باز هم یک آدم روانی حق دارد که در حدی که روان مخروب و معیوب او خبر می دهد بتواند که از حقایق آگاه بشود. خدا به شما رحم کند جناب حیدری. جناب عبدالواحد میگویند بس است، مزاحمت نکنید، 1400 سال تماشا دارید که هیچ نگفتید،
و بیژن نبی پور میگوید شما که عددی نیستید، از شما بالاتر هم عددی نیستند که به خودشون اجازه بدهند که به جناب دکتر ایرادی بگیرند. جناب نبی پور بگذارید که ایشان اون چرا که فکر میکنند که وظیفه دارند انجام بدهند و اون چرا که فکر میکنند که باید بگویند بگویند، و نظر ایشان این است که این برنامه از آموزش قرآن فرو بیفتد و به مسائل جنگ خصوصی تبدیل بشود. برای اینکه ایشان یک نفر نیستند، ایشان نماینده چندین صد هزار انسان دیگری هستند که اونها هم مثل ایشان فکر میکنند، این وقت زائل نمیشود اگر ما چند دقیقه دیگری هم مصرف بکنیم و نشان بدهیم که تا چه اندازه این آدم ها صدق در گفتار دارند و چقدر علم در کلام دارند. اون رو با گفته هاشون فرصت بدید به اینها که حرف بزنن، مثل همین فرصتی که داده شده، و ببینید که میزان منطق و میزان اطلاعات و برداشت ایشان از قرآن چیست، و ببینید که اینها وقتی که 30 سال نقش قرآن دوستی و نقش دنبال روی قرآن رو ادامه میدهند، در پایان این 30 سال به مقام اون 9 نفر بزرگترین دیگه، چون فرمایشی فرمودند و اینها، این کتابی رو که ملاحظه میفرمایید در حدود بله این کتاب در حدود 3000 صفحه راجع به تفسیرهای 9 نفر از بزرگترین کسانی که امثال این آقای حیدری اینها را قبول دارن، یعنی عالم اسلام، اسلام شیعه، غیر از این 9 نفر بزرگتر از این دیگه کارشناس ما نداره. شما مطالب اینها رو در اینترنت هم میتوانید بخوانید و ببینید که اینها چگونه سخن میگویند و اینها درباره اسلام چه اندازه میفهمند. در کتاب تحریر الوسیله آقای خمینی که بزرگترین مراجع هستند و کسی هستند که حتی بعضی های که مرجعیت آقای بروجردی رو قبول نداشتند، مرجعیت آقای خمینی رو قبول داشتند، ایشان در کتاب تحریر الوسیله که نتیجه تحقیقات 30 ساله ایشان در حقوق اسلامی است، همخوابگی مرد را با دختر دروزه و اطفاء شهوت مرد را با دختر دروزه مجاز اعلام می کنند و آقای خامنه ای پیرو به راه ایشان هستند. آقای حیدری به من بگویید که کدام یک از علما و کدام یک از مجتهدین یک نیم خطی تا به حال در رد این نظریه آقای خمینی نوشتند؟ سهل از خود اونها هم چنین نوشتند، اما به فرض اینکه ننوشته باشند، آیا سکوت جامعه علما و مراجع و این همه تأسیسات و این همه حوزه های علمی و این همه دانشمند و کارشناس علمی که امسال قرار است 300,000 نفر دیگر تربیت بشود و به سراسر ایران فرستاده بشود و به مردم درس عفت و عصمت و ناموس بدهند، اینها تفسیر قرآن رو می دانند؟ آیا از قرآنی که اونها تفسیر می کنند و به این نتیجه می رسند که با خوابیدن در کنار یک دختر بچه دروزه، جناب مسلمان، جناب شیعه اثنا عشری آقای حیدری،
این کتاب تحریر الوسیله رو من حالا در تنفس باز میکنم این رو و متن نوشته آقای خمینی رو از این برای شما جلوی دوربین نشان میدم. آیا به نظر شما اون تفسیر درست است؟ یا این که من لغت به لغت معنی قرآن رو میخوانم و تفسیرش رو واگذار به مردم میکنم؟ حالا به فرض شما هم که غلط میخوانم، شعورم همینقدر است. اما بالاخره با این همه سیستمی که در دنیا وجود داره، لغت به لغت میخوانم، ترجمه های مختلف رو میخوانم، بعد هم بلد نیستم به قول شما قرآن، ولی سعی میکنم یاد بگیرم. عربی میخوانم، فارسی میخوانم، انگلیسی میخوانم، ترجمه های مختلف رو میخوانم، سعی میکنم یاد بگیرم و بعد هم نظر پیدا میکنم، استنباط دارم، منم آدمم دیگه، استنباطم رو نظر میدم. آیا من گناهکارم؟ اما آقای خمینی گناهکار نیست. شما که اینقدر سرباز حق هستید و اثبات کننده حقانیت هستید، کجا تا به حال دو خط مطلب جناب حیدری در مورد آقای خمینی نوشتید که این کار نه عقلانی است، نه انسانی، نه اسلامی، نه قرآنی که یک مرد 40 ساله‌ای بتواند در کنار یک دختر 2 روزه که 2 روزه متولد شده بخوابد و از طریق مالش در بین رانهای دختر 2 روزه دفع شهوت کند، ولی مراقب باشد که دخول انجام نشود. اون تفسیر رو میخواهید؟ تفسیر رهبر انقلاب رو میخواهید؟ که این آقای خامنه ای هم همون راه رو دنبال میکند. اون اسلام رو شما میخواهید در دنیا رواج بدید؟ شما از اون کارشناس ها لازم دارید یه لهجه عربی داشته باشه؟ البته در فرهنگ شما که پذیرای اون نوع برداشت از قرآن هستید، من اون نوع برداشت از قرآن رو نمیشناسم، نمیفهمم و نمیپذیرم و تصور نمی کنم قرآن آن باشد که تو میگویی و خمینی تو میگوید. امروز تو ممکن است برای نمایش خلاف خمینی برخیزی و دو خط هم در اینجا مطلب بنویسی، نه خیر من پیرو خمینی نیستم. اما تا نیم ساعت قبل چرا ننوشتی؟ چرا در مقابل این همه جنایت و فضاحت ساکت ماندی؟ چرا امروز در اینترنت در همین داستان همین مقاله‌ای که میتوانی بنویسی، تو که نوشتن بلدی، چرا امروز به فاحشه خانه های مشهد اشاره نمی کنی که در کنار هر امامی که در ایران هست و هر امامزاده‌ای که در ایران هست یک فاحشه خانه باز کردید، تو و کسانی که تو از اونها پیروی می کنی؟ آیا شما در مشهد در کنار حرم امام رضا فاحشه خانه تأسیس کردی یا نکردی؟ آیا دختر و زن رو ساعتی می فروشی در مشهد یا نمی فروشی؟ تو امثال تو آقای حیدری، تو آیا پا انداز و خانم بیار، اون هم نه خانم مسن، نه خانمی که عاقل باشد، نه خانمی که بالغ باشد، تو دختر بچه 2 روزه رو پا اندازی میکنی برای مرد نر خر میبری؟ مگر تو خانم فروش نیستی که ساعتی خانم میفروشی؟ نه اینکه تو ایجاد، ممکنه شخصا تو خانم فروشی نکنی، ولی تو قبول خانم فروشی میکنی، تو قبول و ایجاب فحشا و پا اندازی میکنی. پا اندازی خیلی کسها هستن که پا اندازن، در آمریکا ما داریم، در جاهای دیگه دنیا هم پا انداز داریم، ولی تو که پا اندازی میکنی به نام خدا و به نام قرآن، یعنی رسول اکرم رو پا انداز میکنی و سنت رسول اکرم رو سنت به جای سنت اطاعت از خدا سنت پا اندازی میکنی و سنت خانوم بیاوری میکنی، سنت رسول اکرم رو، تو و امثال تو. چرا زبان تو در اونجا باز نمیشود؟
چرا این رشادت ها رو اونجا پیدا نمی کنی؟ آیا اونها اطلاعات قرآنی دارند؟ کسی که روز روشن بالای منبر می رود در مسجد گوهرشاد، در همین خراسان، در همین مشهد و می گوید زنان ما خودشون رو باید تقدیم بکنند برای رضای خاطر و آرامش و لذت زائرانی که از عراق می آیند که بوی امام حسین می دهند و بوی امام حسین رو در رخت خواب اینها وارد می کنند. شما اون اسلام رو می خواهید؟ من ندارم اون اسلام رو. من تصور نمی کنم به عراقیانی که به ایران می آیند برای زیارت امام رضا من خواهر خودم رو بدم به او که پروی خواهر من بخوابه و ساعتی خواهر خودم رو بفروشم که بوی امام حسین بگیرند. من اینها را قبول ندارم، معذرت میخوام. من ناموس خودم و خواهر خودم رو ساعتی نمیفروشم که بوی امام حسین بگیرند. شما مجازید که خواهر خودتون رو به حراج بگذارید و پا اندازی خواهر خودتون رو انجام بدهید. من نمی کنم. این توهین و فحش نیست، این کاریست که شما دارید میکنید و شما در این کار مشارکت دارید که در مقابل این همه فاجعه که انجام میشود ساکت هستید و خود رو مبلغ اسلام میدانید. آیا تبلیغ اسلام همین است که تقدیر کنید از اعمال کسانی که پا اندازی میکنند به نام سنت رسول اکرم، یعنی اون رو سرپرست و سرسنت خود می شمارند؟ به این مطالب پاسخ بدهید. جناب عبدالقیوم عسکریار می نویسند تشکر از توضیحات علمی شما. من دو هفته می شود که به پروگرام های شما قسمتی از پروگرام های شما را می بینم. چون تکلیف دارم تا آخر نمی توانم ببینم، با معذرت. در مورد فوت انسان ها در ماه رمضان گویا در جنت می روند و قبض روح مربوط به خداوند است. در این صورت در اثر انفجار انسان ها کشته می شود، یعنی قبض روح می گردند. یعنی قبض روح، قرآن پاک در این زمینه چه هدایت می دهند با همان مسئله جبر و اختیار؟ حتما در این مورد هم در ارتباط با جبر و اختیار خدمت شما نظر قرآن رو با اتکای با آیه های قرآن عرض خواهم کرد. جناب رخسانا می نویسند کار ملاها بیشتر روی نجاست و طهارت می چرخد. جناب احمد علی می گویند استاد گرامی، کسانی که علم دارند هرگز توهین به کس دیگری نمی کنند. به نظر من بنده اینها را بهتر است وقت به اهمیت ندهید. همینطور است که می فرمایید، ولی در این حال من تصور کردم که شاید الان که یکی از نمایندگان اون فقه و اون برداشت و اون تفسیر از قرآن اینجا حاضر است و سخن میگوید و آماده است که بشنود و اشکالهای من رو گفت، هم سوادم، هم باهاییم، هم زردشتیم، هم روانی و بی سواد و باهایی و زردشتی و چند تا چیز دیگری که هست دیگه، حالا همش یادم نیست، ولی هیچ نگفتند که کدام آیه قرآن رو اشتباه خواندم و کدام آیه قرآن رو اشتباه معنی کردم که اول همه خودم یاد بگیرم که درست بخوانم و خودم یاد بگیرم که معنی درست انجام بدم. و بعد ایشان گفتن به نام یک مبلغ، که حالا فرصت میخوام از ایشون بپرسم مبلغ یعنی چی؟
وظیفه مبلغ جز روشن کردن مسائلی است که با استنباط او در قرآن تطبیق نمی کند. بگوید که آقا من عقیده دارم، حالا مستقیم هم نمی خواهی به خمینی و آقای مکارم و آقای ایکس و ایگرو که اشاره بکنی، نظر خودت رو بگو که با نظر اینها تفاوت داشته باش، که مردم بگویند که یک نفر پیدا شد نظری داد که با نظریه این بزرگان در اختلافه، ولی خب شرط ادب رو رعایت کرده، نگفته من با آقای مکارم شیرازی مخالفم و آقای مکارم شیرازی بیانی که داده آزاد کردن شغل خانم بیاری است. نخواهد با این صراحت بگوید، لااقل نظر خودش رو بگوید که به صورت مستقیم و واضح و صریح نشان بدهد که با این نظریات مخالف است. شما که مبلغ هستید آقای حیدری و شیعه هستید، از کدام مرجع تقلید میکنید؟ آیا شهامت این رو دارید که اسم اون مرجع رو در اینجا ذکر بکنید تا من بیانات اون مرجع رو در این فرستنده بخوانم؟ همه این کتاب رو که من نمیتوانم که بخوانم که، اما شما بگویید که از این نه مرجع تقلید کدام را شما مرجع صالح میدانید و شما به عنوان یک مجتهد هستید، یعنی از خودتون باید تقلید کرد یا شما از اینها تقلید میکنید؟ اگر از شما باید تقلید کرد، در توضیح مسائل شما راجع به دختر دو روزه چه نوشته؟ شما باید بگویید که آقای حیدری شما مقلد محمد فاضل لنکرانی هستید، سید علی سیستانی، جواد تبریزی، حسین نوری همدانی، حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت، حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، حضرت آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی یا حضرت آیت الله العظمی روحی فدا جنت مکان امام روح الله الموسوی الخمینی هستید؟ کدام رو قبول دارید؟ یا خودتون مرجع هستید؟ این مرجع هستید، نظر شما راجع به مالش به دختر دو روزه تا مرحله ریزش شهوت مرد و البته دقت مرد در این که دخول نکند، و فرمودند حضرت که اگر دخول حاصل شد ارجح است که دیگر این کار را نکند تا اصلاح شود. شما اون سواد قرآنی رو کجا پیدا کردید که اگر امثال شما تأیید آنچنان افرادی را نمی کردند، این چنین اسلامی در دنیای امروز وجود نمی داشت؟ آیا تجاوز به نوزاد به عنوان فرهنگ قرآن نتیجه کار 23 سال جنگ و دفاع رسول اکرم و از بین رفتن جان میلیون ها شهید برای اثبات قرآن برای این بود که به ما بیاموزند به دختر نوزاد تجاوز کنیم؟ آیا این همه هدف قرآن و اسلام است؟ در اسلامی که شما میشناسید و در عربی که شما میدانید، اونقدر سوال از شما زیاد است که فکر میکنم اگر یک دریا هم توضیح المسائل بنویسید شناخته نشود. ولی خب شما به عنوان مبلغ اسلامی در سنتی پیغمبری که شما این سنت‌ها رو به او افترا می‌زنید، این مطالب گفته شده یا گفته نشده؟ باز هم سوالاتی در طی برنامه از شما خواهم کرد. جناب رخسانا می‌نویسن تعقل از تقلید بهتر است. داوود
فرمولی می نویسند که سلام می کنند به همه دوستان و ادامه می دهم این مبحث رو در دوستان می گویند که تماس گرفتند تعدادی از دوستان که برگردید به طرح مسائل قرآنی و اجازه ندهید که این مأمورین موجب انحراف برنامه باشید. جناب کتی اسمیت، شما فقط یک انسان منصف باشید و انصاف را در زندگی خود نداشته باشید و جز انصاف رو فکر میکنم در زندگی خود، یا انصاف رو در زندگی خود داشته باشید بدون قید غرض و تعصب. جناب احمدی می نویسند شما در مشکل عمده دارید، فخر فروشی شما بعد از جور و چپاول دین اسلام توسط اموی و عباسی، خود را به نام سید و آقا معرفی کردید و به چپاول و مفتخوری عادت کردید. شما از قرآن یگانه، از قرآن بیگانه، از حدیث های ساختگی و زیر شکمی پیروی میکنید بدون لحاظ. گوش دادن به واقعیت برای شما سنگین و غیر قابل تحمل است. جناب احمد علی رضایی می نویسند برای بعضی ها شبیه صمد آقا هنرپیشه قدیمی، باید عکس مار نشان بدهید به جای نوشتار تا قبول بکنند و مار می خواهند. خانم آسی سازمان خیریه UCOR رو در اینجا علامتش رو گذاشتند برای کسانی که برای ماه مبارک رمضان قصد قبول تعهد پرداخت هزینه یک ماهه خانواده های 5-6 نفری رو به مبلغ 55 یورو یا 60 دلار به عهده می گیرند، سایت این کار رو منتشر کردند www.ucurinc.org. به اونجا مراجعه بکنید و در اونجا بتوانید که این کار رو پی بگیرید. رخسانا می نویسد که نظام ایران نظام مشرک است. چارلی می نویسد که من می خواهم که استاد عزیزمان برای من قرآن را به زبان خودم یعنی فارسی بخواند تا من بفهمم و بدانم، و من با زبان عربی حساسیت دارم، یعنی به جای چیزی بدانم مریض می شوم، مانند 1400 سال مردم عربی که سیخ داغ خواندن نتیجه عربی را دیده ایم، طالب، داعش، السعود و مالایی که در داخل مسجد، مولاهایی که در داخل مسجد با پسرک های کوچک چه عمل زشتی انجام می دهند. جناب راشد رستمی، استاد رستمی می گویند متاسفم درباره این یاوه سرایی ها، عقده هایشان را اینجا خالی می کنند و وقت برنامه را می گیرند. شخصیت استاد بالاتر از این مزخرفات است. البته چنین است، ولی در این حال ما وقتی که نظریات ایشان رو، حالا درست یا غلط، اون کاری که من کردم
پخش میکنیم و میلیون ها نفر آدمی که نوشته رو نمیبینن ولی میخوانن نظر ایشان رو نسبت به من، ما برای اینکه جانب اشتباه من خواندن مطالب ایشان بود، اما چون این کاری کردیم الان ما نمیتوانیم که پاسخ مردم رو نخوانیم که در پاسخ اونها ایشان چه گفتند، چون از نظر یک بیننده ای که الان داره تلویزیون جادو رو نگاه میکنه، جیلویز رو نگاه میکنه، میشنوه که یک آقایی به نام آقای حیدری یک سری دلایلی آورده به زعم خودش، البته یک سری اتهاماتی به آقای آقاسی وارد کرده که شما روانی هستید، شما بی سواد هستید، مغرض هستید، مسیحی هستید. مسیحی فوش نیست، زردشتی فوش نیست. ای کاش که تو مسیحی بودی، ای کاش که تو زردشتی بودی، ای کاش تو بهایی بودی و اینکه هستی نبودی. به عنوان فحش استفاده میکنه از کلمه بهایی، به عنوان فحش استفاده میکنه از کلمه زردشتی و این کار رو به نام مسلمان ها میکنه. من وظیفه دارم که سخنان مردم رو هم پخش بکنم که اونها بشنوند که نه، عالم اسلام زردشتی رو دیوانه و کافر و فحش و مستهجن محسوب نمی کند. ممکن است که عقاید زردشتی یا بهایی رو نپذیرد ولی با اینها دشمنی هم ندارد و برای اینها حق حیات و حق شهروندی قائل است. البته که من از حقوق بهایی دفاع می کنم. هزار سال دیگر هم تو بگویی که من بهایی هستم، من از حق بهایی در ایران دفاع می کنم و من بهایی نیستم، هیچ وقت هم نبودم، اما از حق شهروندی این مردم دفاع می کنم به هر قیمتی که باشه. کسی که تو با او ایمان داری و کسی که تو با او کار می کنی اونقدر شعور و معرفت ندارد، اون رهبر انقلاب دروغگو، مگر نمیگوید که من ولایت فقیه هم؟ مگر ولایت از طرف خدا و امام زمان به او داده نشده؟ این در قرآن نوشته، در قرآن نوشته که خامنه ای رو امام زمان انتخاب کرده، خمینی رو امام زمان انتخاب کرده. من بودم که شبها خواب امام زمان رو می دیدم که در جبهه عراق چگونه بجنگم، یا آقای خمینی خواب امام زمان رو می دید و صبح تعریف می کرد که دیشب چه خوابی دیده، همون خوابهایی که امروز آقای خامنه ای می بینه. اینها قرآن رو درست می خوانند نیست؟ من روانی هستم یا اونهایی که خواب امام می بینند که به اونها میگوید که در جنگ چگونه با عراقی ها به جنگ که پیروز شویم؟ من روانی هستم، من بی سواد به قرآن هستم، یا کسی که میگوید که اتباع شهوت با دختر دو روزه اینگونه باید باشد، دختر دو روزه